درود همراهان گرامی دکتر شوبیر. بسیار خوشحالم که میتونم در یک ویدیو دیگه همراه شما عزیزانم باشم. در این ویدیو میخوام در مورد یائسگی صحبت کنم. چه کاری میتونید انجام بدید تا علائم یائسگی خودتون رو کاهش بدید؟ این یعنی اگر تعریق شبانه و گرگرفتگی دارید، اگر تپش قلب و عفونت‌های مکرر دارید، اگر مشکل خشکی واژن، درد و کاهش میل جنسی دارید، این ویدیو واقعاً به درد شما میخوره. همچنین قرار یاد بگیرید چگونه عوارض جانبی یائسگی رو به حداقل برسونید. چه چیزی برای شما خیلی خطرناکه و چه چیزیه که فکر میکنید خطرناکه ولی واقعاً بهش نیاز دارید. و همچنین کلی مطالب دیگه که دوران قبل، حین و بعد از یائسگی رو برای شما مثل آب خوردن میکنه و باعث میشه یائسگی شما رو پیر نکنه. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال دکتر شوبیر رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما روی آل قرار بدید. سپاسگزار شما هستم اگر ویدیو رو لایک کنید و لینکش رو برای عزیزانتون که در سن یائسگی هستن ارسال کنید. با این کار بهشون کمک بزرگی میکنید تا سلامتتر و خوشحالتر بشن. با هر مشکل در یائسگی پزشک شما نوعی جایگزین استروژن و شاید پروژسترون براتون تجویز کنه. اما چیزی که به شما نمیگن اینه که این استروژن و پروژسترون نوع واقعی این هورمون ها نیستن. هیچ کدومشون از استروژن ساخته نشدن. اینها فقط تقلید کننده استروژن هستن و با اون اصلی یکسان نیستن. حالا چرا این مهمه؟ چون در یک تحقیق مشخص شد زنانی که این هورمون‌های مصنوعی یا تقلیدی رو دریافت می‌کردن مشکلات پزشکی بیشتری هم براشون به وجود اومد. بنابراین اگر به شما پیشنهاد هورمون درمانی داده شده، من توصیه می‌کنم فقط به مکان‌هایی که بایو آیدنتیکال هورمون ریپلیسمنت تراپی دارن مراجعه کنید. اینها از استروژن و پروژسترون واقعی استفاده می‌کنن که البته فعلا در ایران وجود نداره. پس چه کار کنید؟ اول به این سوال من جواب بدید. آیا با یائسگی داشتن تعریق شبانه، گرگرفتگی شدید، خشکی واژن، کاهش میل جنسی، اضطراب و افسردگی نرمال یا نرمال نیست؟ به شما میگن نرماله. میگن چون هورمون‌های جنسی شما با افزایش سنتون 50% کاهش پیدا میکنن و چون با یائسگی تخمدانهای شما عملکردشون رو از دست میدن، داشتن این علائم کاملا نرماله. اما نه، نرمال نیست. حالا چرا؟ چون شما دو اندام پشتیبان دیگه هم دارید که در دوران یائسگی همه اون هورمون‌هایی که تخمدان شما میساخته رو میسازن. اینها غدد فوق کلیوی شما هستن که هم استروژن، هم پروژسترون و هم تستوسترون میسازن. تازه کورتیزول و آلدوسترون هم میسازن. بنابراین چیزی که باید اتفاق بیفته اینه: با یائسگی عملکرد تخمدان شما کاهش پیدا میکنه، از اون طرف غدد فوق کلیوی شما برای پشتیبانی حاضر میشن و هورمون هایی که دیگه اون نمیسازه رو براتون میسازن. بنابراین اصلا طبیعی نیست که در دوران یائسگی یک سری علائم شدید و دردسرساز داشته باشید. پس واقعا مشکل از کجاست؟ مشکل اینجاست که تا شما یکم پا تو سن میذارید، دیگران شروع میکنن شما رو از خوردن یک چیز خاصی میترسونن. به شما میگن اینو نخوری، باعث بیماری قلبی میشه. حالا از قضا تمام هورمون‌های جنسیتون که شما بهشون در زمان یائسگی نیاز دارید از همین یک چیز ساخته میشن، اونم کلستروله. اگر به همه علائمی که زنان در دوران یائسگی دارن نگاه کنیم، همه به کمبود هورمون‌های جنسی برمیگرده. داشتن یک رژیم غذایی کمچرب و مصرف داروهایی که کلسترول رو سرکوب میکنن آبشاری از مشکلات و آسیب‌های جانبی به وجود خواهد آورد. این کار به قیمت آسیب به غدد فوق کلیوی برای شما تمام خواهد شد. به غیر از هورمون‌های جنسی، کلسترول ماده مورد نیاز برای ساخت ویتامین D. اگر نباشه چه التهابی بدن رو فرا میگیره. بیش از 20% مغز شما از کلستروله. کلسترول ماده مهم برای ساختن نمک های صفراویه. اگر نباشه چه بر سر جذب مواد مغذی محلول در چربی میاد. در عین حال خیلی از زنان کاملا از اهمیت کلسترول بیخبرن و بر اساس حرف دیگران کلا مصرف کلسترول رو قطع میکنن. عزیزانی که براتون استاتین نوشته شده، این یک دارو برای جلوگیری از تولید کلستروله. من نتونستم نسبت به عوارض جانبیش بی‌تفاوت باشم. یکی از عوارض جانبی مهمش که خودشونم نوشتن فراموشی گذراست. میدونی یعنی چی؟ یعنی با مصرف این داروها شما حافظه خودتون رو از دست میدید. استاتین ها غلظت کوینزایم کیوتن رو هم در بافت عضلانی و هم در جریان خون شما کاهش میدن. همین باعث میشه تولید انرژی در سلولهای عضلانی شما کاهش پیدا کنه و منجر به درد عضلانی، ضعف و التهاب میشه. حالا که واقعیت ها رو فهمیدید، کافیه این 3 شماره‌ای که الان میخوام به شما بگم رو دنبال کنید تا خیلی از علائم یائسگیتون بدون دردسر به طور بسیار چشمگیری ناپدید بشه. شماره 1، افزایش کلسترول بیشتر در رژیم غذاییتون. چرا؟ چون از 100% کلسترول شما 75% در بدن شما ساخته میشه و 25% مابقی بر عهده شماست و باید از رژیم غذایی تأمینش کنید. این یعنی باید غذاهای دریایی بیشتری بخورید. این یعنی زرده تخم مرغ رو دور نندازید. این یعنی گوشت هایی که با چربی همراه هستن تهیه کنید. این یعنی دنبال گوشت بدون چربی نباشید. این یعنی از کره های حیوانی محلی و پنیرهای چرب خامه ای دوری نکنید. چرا که همه اینها برای حمایت از قدرت فوق کلیوی شما عالی هستند. شماره 2، پوتاسیوم، منیزیوم، زینک، ویتامین D و ویتامین های B بیشتری داشته باشید. داشتن میزان مناسب اینها باعث میشه بدن شما مهمات کافی برای مقابله با عوارض جانبی یائسگی رو داشته باشه و کم نیاره. شماره 3، هر چقدر که شما چربی رژیم غذایی خودتون رو افزایش میدید، همزمان باید کربوهیدرات های خودتون رو کاهش بدید. هرگز نباید همزمان با یک رژیم غذایی پر کربوهیدرات و پر قند یک رژیم غذایی پرچرب داشته باشید. برای همین شما میتونید از همین امروز نسخه سالم کتوژنیک و یا نسخه سالم رژیم کارنیور من رو دنبال کنید. ببینید کدامشون برای شما بهتره. هر دو تأثیر فوق‌العاده‌ای در کاهش علائم یائسگی دارن. تأثیری که تنها در چند هفته اول قابل مشاهده خواهد بود. خیلی ها قاعدگیشون به هم ریخته بود و دوباره منظم شده. خیلی ها گرگرفتگی داشتن، بیخوابی و تحریک پذیری زیادی داشتن. همه از بین رفته. 2 ویدیو بالایی، یکی نسخه سالم رژیم کارنیور و دیگری کتوژنیک. ویدیو پایینی هم اگر خشکی پوست، خشکی دهان و چشم دارید میتونه به شما کمک کنه. لایک یادتون نره لینک این ویدیو رو برای عزیزانتون ارسال کنید. خیلی دوستتون دارم. در یکی از این ویدیوها میبینمتون.